بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر همه شما را به کنفرانس مشترک ما خوش آمدید میگویم. تر دې دمه پورې چې ورځ د ټاکنو له نیمایي څخه ورهاخوا ده، زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګوډ ګوډ د افغانستان کې په ټولو هغه مرکزونو کې چې هغه لیست چې د ټاکنو د محترم خپلواک کمیسیون سره له وړاندې شریک شوی وه، او د 9000 محلونو په شاوخوا کې کلک او بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د لوی خدای په فضل د امنیتي او دفاعي ځواکونو په هلو ځلو سره او د قدرمنو هیوادوالو په همکارۍ سره تر اوسه هیڅ داسې پیښه، امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې چې کوم مرکز په جدي توګه تهدید کړي یا کوم محل په جدي توګه تهدید کړي یا وتړي. زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې باندې توانېدلي دي چې یوه داسې فضا رامنځته کړي چې د هغو په ترڅ کې قدرمن هیوادوال وکولی شي په ارامه فضا کې راشي او خپل رایه وکاروي. یو ځل بیا زموږ ډاډ د افغانستان خلکو ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او قدرمنو نوماندانو ته همدغه دی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به په ټول توان سره، لکه څنګه چې موږ ثابته کړله مخکې د همدغې ورځې نه چې د انتخاباتو ورځ ده، یعنی زموږ د امنیتي پلان لومړۍ مرحله هغه په بشپړه توګه په کامیابۍ سره ترسره شوه. امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې باندې وتوانېدل چې هم د قدرمنو کاندیدانو کمپاینونه، هم عملیاتي برخې او هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون حساس او غیر حساس مواد په شکل چې لازم و مطابق د پلان هغه ټولو مرکزونو ته ولېږدوي. تر دې دمه پورې موږ په دې باندې توانېدلي یو چې په هغه شکل چې لازم ده په هغه شکل امنیتي تدابیر ونیسو. قدرمن هیوادوال کولی شي پاته څو ساعته چې پاتې دي په دغو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې کوم ټایم ذکر شوی دی، تعین شوی دی، دوی کولی شي په ډاډه زړه مراکزو ته راشي، رایه ورکړي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي. امنیتي او دفاعي ځواکونه کاملا آماده دي چې د داسې لویې، مهمې، حساس او تاریخي پروسې امنیت تامین کړي. د دې تر څنګ د افغانستان د خلکو دښمنانو اذان کړی وه او منفي تبلیغات یې کړي وو چې ګویا دوی به د دغې پروسې مخه نیسي. نه یوازې دا چې دوی په دې باندې ونه توانېدل چې دغه پروسې مخه ونیسي، بلکې په دې باندې دوی ونه توانېدل چې یو مرکز هم دوی تهدید کړي جدي هغه وتړي. اوس مهال د افغانستان د خلکو دښمنان او طالب ترهګر تر وروستي حده پورې تضعیف شوي دي. دوی د دې توان نه لري چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې ودرېږي. موږ به په ټول توان او قوت سره ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه، ټول کشف او استخبارات او ټول هوایي ځواکونه د افغانستان به د دغې ملي، مهمې او تاریخي پروسې په حمایه کې قرار ولري. څه ستونزې او مشکلات چې اندېښنې وي چې ګویا مخابراتي ټاورونه یا انتنونه به هم د دښمن لخوا تهدیدېږي، هغه به قطع کېږي. له نیکه مرغه په ټول افغانستان کې هیڅ په دې برخه کې ستونزه نشته، ټول ټاورونه او ټول مخابراتي انتنونه فعال دي. تشکر ابراهیمی صاحب. ساعت 7 صبح رسما روند رای دهی آغاز شده سوی رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و این پروسه تا ساعت 3 عصر ادامه خواهد داشت. تمام شهروندان افغانستان میتونن در مراکز و محلات ما که در جاهایی که ثبت نام کردن در اون ولایات میتونن با پای صندوق های رای بیان و زیم آیندهشان انتخاب کنن. در مجموع ما 5373 مرکز که ثبت نام کرده بودیم، 9,665,000 واجد شرایط به انتخابات 26 میزان و نهادهای امنیتی گفتن که 431 تعدیدات باشه و در 4,942 مرکز ما تامین امنیت میکنیم و انتخابات برگزار میکنیم. در مجموع تا اکنون که گزارش رسیده در 4,041 مرکز ما از جمع 4,942 مرکز باز هست، یعنی 901 مرکز ما
مراکز سفید است. مراکز سفید به این معنا که گزارش بر ما هنوز نامده که آیا یا باز هست یا بسته، و زمانی که بر ما گزارش خواهد آمد باز ما مشخص میکنیم که در مجموع از 901 مرکز سفید یعنی چقدرش باز بوده چقدرش بسته، و در مجموع میتونیم بگوییم که از جمع 4942 مرکز قهرمانای امنیتی ما تعهد سپردن خواهیم گفت که چقدرش مسدود مانده بود. اما در مجموع کمیسیون مستقل انتخابات متحد است که مطابق تقویم و پلان را پیش بره و شهروندایی که نتوانستن به دلایل مختلف تا اکنون به پای صندوق‌های رای برن رای بدن و حالا ازشان خواهش میکنیم که شرکت بکنن و از حقی که قانون اساسی ماده 33 برشان داده استفاده بکنن، و تا زمانی که شهروندای ما در قطار یا در لین رایدهی ایستاد باشن دروازه های مراکز ما باز خواهد بود، میتونن هم شهروندای ما رای بدن. اگر کدام سوال موردی بود ما در خدمت. لنن سهار وو بجو رپده خواست ده هیواد پر طول و ولایتونو او هغو لسوالوی کستاگل سوی والت خلق رای ورکی پا اماغو سیمو که درای ورکولو مرکزونه پرانست دي خزه او نارینه په ګډه سره الته ورځي غ خپل مرکزونه ته تر اوسه پورې موږ په هیڅ برخه کې د امنیت لپاره داسې کوم جدي مشکل نه درته رپورټ شوی، یوازې په ځینو ساحو کې تخنیکی مشکلات راته راپور شوی دي، هغه هم ولایتي اداره له کمیسیونونو او اړوندو ارګانونو سره په جریان کې ده او هغو ته یې د حل لارې پیدا کړې دي، زیات مشکلات یې حل شوي دي. خو په ټوله کې د امنیتي ستونزو له امله کوم سایټ نه ده بند شوی، کوم مرکز نه ده بند شوی، ځینې سې بند ول او هغه بیرته پرانستل شوي دي. د موږ په درستو ولایتونو کې والي صاحبان، ولسوالان، ښاروالان او مرستیال والي صاحبان دغه پروسه له نږدې څاري، له کمیسیونونو سره، له امنیتي او دفاعي ارګانونو سره په شریکه له سهاره راهیسې دغه پروسه څاري، او که کوم مشکل پیښیږي پر وخت هغه د مشکل حل ته رسیدګي کولای سي. په ولایتونو کې او د ولسوالیو په کچه باندې موږ بیا هم وایو چې ولایتي ادارو او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې اړوندو نهادونو او کارکوونکو ته بیا ویل شوي دي چې هڅه وکړي له دغسې مداخلې او لاسوهنې څخه ډډه وکړي چې هغه د ټاکنو شفافیت ته تاوان رسوي. موږ بیا هم خپلې هماغې ژمنې ته ژمن پاتې یو، او بیا مو هم والیانو او ولسوالانو ټولو د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته په مرکز او ولایاتو کې همدغه سپارښتنه ده چې بې طرفي به وساتي، او تر اوسه پورې دغه بې طرفي په ښه توګه ساتله سوې ده. په ټوله کې موږ د سهار له 1 بجو بیا تر اوسه پورې د ولایتونو په کچه باندې کومه جدي ستونزه سره نه یو مخ شوې، البته ځینې تخنیکي ستونزې وې چې هغه هم حل شوې دي. ډېره مننه. خداوند سلام عرض ادب خدمت همه رسانه های عزیز. وزارت امور زنان درباره پروسه انتخابات کارکردهایی که انجام داده می خواهیم با شما بحث کنیم. چون پروسه انتخابات یک پروسه ملی و همگانی است و حضور زنان در این پروسه حتمی است، ما منعیست وزارت امور زنان در ابتدا امو موقف بی‌طرفی خود مانند دیگر ارگان ها در نظر گرفته، اما به خاطر بهتر تطبیق شدن این پروسه بعضی کارکردها و وظایفی که به وزارت امور زنان سپرده شده بود تانستیم که را انجام بدیم. در ابتدای کار از زمان آغاز این پروسه وزارت امور زنان با کمیسیون مستقل انتخابات همگام پیش رفته. در ابتدا ما تهیه پالیسی مشارکت سیاسی زنان در پروسه انتخابات بود که پالیسی از طریق وزارت امور زنان طرح شد و در تمام ولایت تطبیق شده، و دوم هم تشویق دختر خانم به خاطر اخذ تذکره و همچنان ایجاد بعضی سهولت ها بود که یگانه موانعی که صدرای بنوان قرار داشت در ولسوالی های دوردست نبود هویت یا تذکره بود که ما توانستیم با ایشان هماهنگی داشته باشیم. و در بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی هم وزارت امور زنان تقریبا به 224 ولسوالی از 34 ولایت کشور ما بخش آگاهی و اطلاع رسانی را داشتیم تا دختر خانم ما را تشویق کنیم که به خاطر رای اینا آماده باشن، و همچنان
یکی از مشکلات یا یایی که یک پروسه جدید را که انتخابات روی دست گرفتنی بود که عکس تصویر دختر خانم ما بود در مراکز و بعضی از ولایت های کلیدی ما مشکل نداشتیم، همایی چالش بیشتر و بعضی از ولسوالی هایی بود که سنتی بودن کشور و یا بعضی از انانات و ناپسند باعث شده بود که یک موانعی را صدرایشان ایجاد کنه. ما منیس وزارت امور زنان مجبور بودیم که مسئولیت را بهترین شکل ادا کنیم. ما در 34 ولایت کشور ما به خاطر اطلاع‌رسانی و تشویق مردم و همی به خاطر اطلاع‌رسانی که عکس تصویر کدام مشکل چالش برشان ایجاد نمیکنه، تمام تصاویر دختر خانم محفوظ می باشه. از این طریق کارکردهایی است که وزارت امور زنان انجام داده و در بخش تلاشی مسئولیتی که بر وزارت امور زنان سپرده شده است که تلاشی کننده یا امو دختر خانم ها یا زنان را در بخش تلاشی باید ما هم در مرکز و هم در 34 ولایت کشور انتخاب کنیم. این مسئولیت به وزارت امور زنان سپرده. وزارت امور زنان توانست که تعداد از دختر خانم ها از 34 ولایت انتخاب شوند و همچنان تهیه شرایط استخدام زنان تلاشی بود و همچنان تهیه قرارداد خاطش که از طریق وزارت امور زنان ساخته شد و همچنان تسلیم معاشات دختر خانم هم از طریق وزارت امور زنان برشان آماده شده. ما توانستیم مطابق نیازمندی سایت هایی که در 34 ولایت کشور موجود بوده، نیازمندی طبقه اوناست. در اینجا 9884 تن از دختر خانم ها نیازمند بود که در بخش تلاشی باید اینا استخدام شوند. وزارت امور زنان به بهترین شکل استانش که تعداد دختر خانم ها را شناسایی کنه و ای چون در ولایات ما نمیتونیم دختر خانم ها را بدون محرمشان در این پروسه استخدام کنیم، ما با تعیین محرمشان اینا دانستند که در پروسه جذب شوند. و در ضمن نزدی در بخش ریزرفی هم ما توانستیم 224 تن از زنان در بخش تلاشی کننده استخدام شده. و در ضمن نزدی وزارت امور زنان در 34 ولایت کشور ما واحدهای دومی داریم و این واحدهای دومی ما در راستای ای که ما کدام مشکل صدرای دختر خانم به خاطر رای موجود نباشه، ما نظارت مستقیم از تمام بخش‌های تلاشی داریم و ما طرفدار از هستیم که این پروسه به بهترین شکلش تطبیق شوه. و در ضمن از تمام دختر خانم ها و خواهران خود تقاضا میکنیم که در این پروسه حضور فعال داشته باشن و به خاطر تطبیق دموکراسی و به خاطر ای که ما بتانیم نیم نفوذ جامعه را ما تشکیل میتیم باید از این پروسه دفاع کنیم و حضور ما پررنگ و حتمی است.